بعد یه مورد دیگه هم هست که حالا یه جور دیگه میخوام براتون چیزش کنم، برای این ورژن ها هست، مثلا این بیل تورز ها، کامپایلستیک ها و اینا. مثلا این اپلیکیشن آیدی رو من میخوام تبدیلش کنم به کاتلین. اینا رو همش تبدیل میشه، شما اینا همش رو میتونید تبدیل بکنید. میام مثلا اینجا و یه آبجکت دیگه میسازم. این آبجکت بچه ها میشه خیلی کلی تر باشه، مثلا شما برای نویگیشن یه دونه آبجکت میسازین، برای دگر چون چند تا سی آبجکت میسازین، برای اون گریدلتون، حالا مثلا این بیلد پلاگین ها فقط برای پلاگین ها هست، برای پلاگین ها فقط یک آبجکت میسازین، حالا مثلا پلاگین دیگه چی داریم، پلاگین دیگه مون مثلا اینه، خب کامندرود اپلیکیشنه، من اینو برمیداری میای میذاری قشنگ تو همین، مثلا میزی اندروید پلاگین و مثلا اینجا قرارش میدی دیگه، ورژن و اینا هم نداره دیگه، ورژن و این چیزا هم نداره، میای خیلی قشنگ همینجا قرارش میدی و به این صورت هم فراخوانیش میکنی دیگه. اینجا رو میای میگی که از بیلد پلاگین بگیره، از بیلد پلاگین و از اندروید پلاگین بگیره بخونه. برای اینها هم همین کار رو میتونید انجام بدید. اینجا قشنگ به این ترتیب میاد واسه کاتلین اندروید، کاتلین اکستنشن، اینجا باز هر پلاگین دیگه ای داشته باشید میتونید اونجا قرار بدید. حالا برای مثلا کامپایل ها مثلا اینجا نمیسیم object build tools مثلا و مینویسیم کامپایل، یه ورژن مثلا مینویسی بهش ورژن حالا ما مثلا میخوام کامپایل رو توش بذاریم، تارگت رو توش بذاریم، مین رو توش بذاریم، مینویسی کانست ول تارگت برابر سی مثلا، کانست ول کامپایل برابر سی، مین کانست ول مین برابر 21. حالا اینا حالت استرینگی هم چون عدده با این تیجه داریم کار میکنیم نداشته باشم بهتر است. و اینجا میایم میگیم که کانست ول اندروید کامپایل و دیگه اینجا به جای اینکه ما بیام از 21 استفاده بکنیم میایم میگیم از بیل تولز شما مینشو بگیر، شما از بیل تولز تارگتو بگیر، شما از بیل تولز مثلا کامپایلشو بگیر. حتی برای اپلیکیشن آیدی اینجا میاید اصل اپلیکیشن آیدی شما می نویسی و اپلیکیشن آیدی تون همون پکیج نمیتون هرچی هست به اونجا قرار میدیم و اینجا فقط فراخوانیش میکنید. الان بهتون نشون میدم چطوره، و اینو برمیداری و اینجا خارج بشن اینجا تو خود همین آبجکت هم میشه بنویسن، مثلا کانست ول اپلیکیشن آیدی مثلا و حالت استرینگی داره و من اینجا فقط میام میگم که اینو وردار از اینجا و بگو build tools dot application id و برای ورژن نیم به همین صورت، ورژن کد به همین صورت دیگه، بگم تموم این ایمپلیمنتیشن ها دوسته دپندنسی هاتون به این صورت، مثلا
ما اینا رو فقط برای تست داریم و اینجا مثلا میای مینویسی کانس، مثلا اینجا یه آبجکت مینویسی، من یه آبجکت مینویسی برای فقط تست لیبز، خب و اینجا یه آبجکت ورژن براش مینویسی و مینویسی مثلا کانست ور چه بدونم برای جی یونیت فور، جی یونیت حالا چیز جی یونیتون یکی یکی مثلا 4-12 مینویسی 4-12 4-12 بعد اینجا مینویسی کانست ول جی یونیت لیب و مثل اون قبلی، یعنی همه اینا همه فرقی نداره، فقط یه خورده باید حوصله و خرج بدی بتونید همش رو تبدیل بکنید. یه سری شورتکات ها هست که کارتون رو راحت میکنه حتما ازشون استفاده کنید و ما میایم دالر ساین میذاریم فقط جی یونیت رو صدا میزنیم، یا حالا اگه از ورژن باشه میایم میسیم ورژن جی یونیت به این صورت و بعد فقط مینویسیم تست لیبز. اینجا قشنگ اینو برمیداریم یه پرانتز باز میکنیم و تست لیبز، و حالا توی تست لیبز ما چی داریم؟ ما یه دونه جی یونیت لیب داریم و جی یونیت لیب رو قرار میدیم به این صورت. حالا این اسپرسوه و بقیهشون هم میشه اینجا قشنگ به ترتیب چید. حالا میگم شاید دگر داشته باشین، دگر حداقل 2 الی 3 تا دپندنسی داره، مثلا اینجا می‌نویسین چه بدونم object dagger libraries و کانسولاشو می‌نویسین. حالا اکثرا یه ورژن دارن، یه ورژن رو به بقیه‌شون پاس میدین به این صورت، به صورت دلار ساینی، و همشو به ترتیب انجام میدین. حالا اینجا تک ماژولی بود، یعنی ما فقط یه دونه فایل بیلدگیزر مخصوص ماژول اپ داریم، یه دونه فقط برای سطح تاپ پروژه داریم و یه دونه حالا سیتینگ گریدل داریم که این یه دونه است در واقع. ولی وقتی که شما ماژول های دیگه داشته باشید، ماژول دیتا، دومین و اینجور چیزها، اینجا ماژول ها رو باید داشته باشیم و برای همشون همینا رو اعمال بکنیم. ولی خب چیزی که بهتون میده واقعا خیلی بهتر از دروبی هست در واقع، و اون قولایی که بهتون داده واقعا اعمال کنید واقعا به دست میارید اون قولا رو. یعنی من خودم وقتی که کاتلین دی اس ال به جز اون پروژه شرکت، پروژه‌ای که خودم میزنم با کاتلین دی اس ال میزنم، یه خورده وقتم رو میگیره درسته، ولی فقط یک بار شما اینا رو مینویسین یک بار و فقط میایین اینجا تعریف میکنین و اونجا کال میکنین، همین تمام میشه و خیلی شما از لحاظ پرفورمنسی، خانایی کد و اینجور چیزا تا آخر یعنی راحت میشین. یعنی چیزی که الان گروبی داره به شما میده رو دیگه واقعا دوست نخواهید داشت. اون ارورایی که حالت ران تایم به شما میده اذیتتون میکنه، میدونم خیلی براتون سخت بود، اصلا کلا سخت هست کار کردن با اسکریپتاش و واقعا دردسر داره. حالا من یه پروژه آماده که داشتم براتون قشنگ اینجا میارم نشون میدم ببینید چقدر واقعیش ترتمیز و قشنگ هست. حالا میریم اینجا برای این باید لودش لود بشه حتما. اول اینکه این بیلد اسکریپتمون رو ما داریم خیلی ترتمیزه، یه دونه دپندنسی اینجا کلاس جوری که بهتون گفتم این به این ارجاع داده میشه و این آل پروژکتمون هم همینه و این همون تغییری بود که بهتون گفتم برای اون کلینه باید انجام بدین. ببینین اینجا خیلی قشنگ بیلد پلاگین داریم و اینجا قشنگ همه اون بیلد پلاگین ها رو ترتمیز یه جا آوردم. اندروید گرادل پلاگین، کاتلین گرادل پلاگین، اندروید اپلیکیشن که مربوط به همون اینها بود اینجا بود. ببینید فرصت بدین لود بشه و همش خیلی ترتمیز میاد، خیلی خوانا هست لحاظ خوندن و ریدل بودن. یه نکته دیگه اینه که اینو تغییراتشو اگه ببینید در آخر به این صورت در میاد و تغییرات بیلگریدل ماژولتون به این صورت در میاد. این که این پلاگین هاست، الان هر چند تا پلاگین که دارید میتونید اینجا
اول اضافه بکنید و بعد اینجا فراخوانی بکنید، خیلی راحت. کامپایل استیکا ورژنمون رو ما داریم که این همون از همون کامپایل هست که بهتون گفتم. حالا اگه بیلد تولز داریم بیلد تولز هم اضافه میکنید. دیگه بگم براتون که اپلیکیشن آیدی مون رو من اونجا تعریف کردم، به صورت کانفیگ در آوردم و گفتم مثلا ورژن کد و ورژن نیم اپلیکیشن آیدی رو بذار توی آبجکتی به اسم کانفیگ، و بعد اینجا از کانفیگ ورژن کد و ورژن نیم صداشون کردم. حتی برای تستم اینجا که اون برای تست اسپرس رو هست، اومدم اینجا ران واسه جیونیت رانرش رو نوشتم اینجا و بعد اینجا فراخوانیش کردم. یعنی ببینید همش رو من بردم توی اون فایل، چیزی از الان ننداختم که اصلا از گروبی کامل کامل خارج بشم. و اگر شما از حالت گروبی یعنی یه چیزی مونده باشه که شما تعدیل نکرده باشین، چون پسونده اون فایلای گریدلتون شده KTS، به شما ایروره وحشتناک میده و باید حتما فیکس بکنید. ولی وقتی که فیکس کردیم خیلی ترتمیز میشه و واقعا خوشاینده، یعنی الان خیلی قشنگتر هست از قبل. و گفتم که این ریلیز میره توی فانکشن به اسم get by name و پروگرفایلتون این شکلی میشه. دپندنسی شما 100 تا دپندنسی داشته باش اینجا اضافه کن، ولی فقط یک بار اینجا تعریف کن و یک بار هم اینجا فراخوانی کن. خیلی راحته. الان منم توی خود گروبی ما میایم همچی کارهایی رو میکنیم، مثلا یه دونه اکستنشن مینویسیم و از اون فایله میگیریم، حالا که روت میگیره و اینجا کال میکنیم، ولی الان دیگه کامل کاتلینیه، دیگه الان از حالت اون گروبی خارج میشه. برای تستا جدا نوشتم، مثلا برای لایبرریز جت پک جدا نوشتم و همین. یعنی الان شما اگه اینو خروجی بگیرین خروجی میده به شما، یعنی در واقع همون گریدله، ولی خب با کاتلین شما نوشتین گریدلتونو و خیلی ترتمیز و خاناتر خواهد بود. ارائه من در واقع به اینجا به اتمام میرسه و چیز اضافه ندارم بهتون بگم، جز اینکه اون لینک ها رو که براتون گذاشتم چه گیت هاب که این پروژه روشه بتونید حالا به مشکل خودین بهش مراجعه کنید، چه مقاله فارسی من تو انرو ریور وبلاگ انرو ریور، چه مقاله به زبان انگلیسی تو مدیوم، همه اینا یه رفرنس هست برای شما که راحت بتونین. بچه صدای من نداشتید؟ سوالات و عباس برای من میفرسته. باشه. آپدیت دپندنسی با کاتلین دی اس ال به چه صورته؟ منظورتون چیه آپدیت دپندنسی ها؟ یعنی که ورژنشون رو عوض بکنید. خب شما ورژن داشته باشید، شما ورژن هر لایبرری که داشته باشید تو داکیومنتش هست دیگه، میایین به این صورت اینجا عوضش میکنید. کجا رفت؟ به این صورت اینجا ورژن ها رو عوض میکنید. حالا اگه این شد 4.12.1 میایین 4.12.1 و اینجا آپدیت میکنید. سوال دیگری هست؟ واقعا صدا خیلی ضعیف بود. چیز خاصی متوجه شدید الان؟ من بگم صدا رو تست کردیم، فکر کردم اوکی صدا. بچه سوالی دارید از هر جا از هر قسمتی دارید لطفا بپرسید. الان این وقت رو گذاشتن، یعنی من گفتن نیم ساعته ارائه بدن، نیم ساعته بذارم برای پرسش و پاسخ، با اینکه یه چیز خیلی ساده و خیلی روشنیه، یعنی چیز خاصی نداره که بخوای توضیح زیادی بدی. ما با این روش آپدیت پیشنهادی رو بلی بعد دست نمیدیم. منظورتون همونه که یه آلت اینزرت میزنی؟ آره دیگه اونو ندارید. خب اونو ندارید شما دیگه اینجا، یعنی شما یه برای شما اینجا یه حالت زرد مانند که قبلا میومد که میگه اینو عوض بکن، من ندیدم تو این چند وقتی کار میکنم، ندیدم همچین اروری به من یا همچین وارنینگ به من بده. ولی با توجه به اینکه داکیومنت ها هستن و اینا، میرفتم اینو آپدیت میکردم. حالا این چیز خیلی سنگینی نیست به نظر من، یه چیز مهم زیاد مهمی نیست با توجه. بله صدام داره ریکورد میشه.
یکی دیگه هم در مورد هم گفتی که رابطه بین ایران، ولی اگه ولدی میشین در مورد صحبت کنی نمیخوایم نگو. ببین این منسوخ شده، در واقع می اومدیم به جای این که از XML لیات هامونو بزنیم، فقط یه اشاره میخوام بکنم، ما مثلا به جای این که الان خب XML دیگه، به جای این که مثلا ما بیایم یه تکست ویو تو XML به این صورت تعریف کنیم، می اومدیم با کاتلین، خب یعنی که دپندنسیشو اد میکردیم، کانفیگشو درست میکردیم و می اومدیم حالا توی کلاسی که مثلا حالا اکتیویتیمون هست، اینجا مثلا میسیم تکست ویو، بعد مثلا حالا ویتسش، هایش، تکست کالرش، تمام اون اتریبیوتاشو به صورت کاتلین اضافه میکرد، یعنی به صورت کاتلین لیوت میزدیم، دیگه XMLی وجود نداشت. ازش استفاده کردم ولی خب الان دیگه میگم منسوخ شده، الان دیگه استفاده نمی کنن. الان به جاش دارن از چیز بود، ای خدا یادم نمیاد، همیشه منتظرش بودم که بیاد، الان حضور ذهن ندارم اون کیبوردش چی هست، الان به جاش داره اونو استفاده میکنیم، الان یادم نمیاد چی بود اسمش، ولی خب آره من برای پروژه کوچیک استفاده کردم، برای خودم نه برای شرکت یا جایی، قبل از اینکه منسوخ شدم پارسالینا بود و اوکی بود، خوب بود، دوستش داشتم یعنی، ولی خب برای پروژه بزرگ من استفاده نکردم، تو شرکتمونم استفاده نکردیم که ببینم آیا جواب میده برای پروژه بزرگ یا نه، ولی برای پروژه بزرگ نه همچین کاری نکردم من. خب سوال دیگری؟ خب بچه ها اگه سوال دیگه ای ندارید دیگه چی میگم، خدافظی کنیم به قولی و خیلی خوشحال شدم که بودید با من، خسته هم نباشین بعد از وقت کاریه، ببخشید اگر مشکلات بود، ضعیف بودن صدا، استریم قطع و وصل میشد، مشکلاتی هست که مربوط به اینترنت هست، کلن توی کشورمون مشکل خاص من نیست و صدا رو هم تست کرده بودیم، الان دیگه نمیدونم چطور شد، ولی خب امیدوارم وقتی به اداد ادیت کنه کلن فیکس شه. اگر سوال دیگه ای ندارید که از حضورتون مرخص میشم، با اجازتون خیلی خیلی ممنون که بازم با من بودین و موفق باشین، خدا نگهدار.